بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش، علل خصوص امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین، صلوات هدیه بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف، صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خداوند انشالله پرچم توحید رو در اقطار عالم برافراشته و پیروز کنه و مقدمه ظهور حضرت حجت سلام الله علیه، پیروزی مسلمین بر دشمنان خدا در سرزمین فلسطین مقدر بشه، صلوات دیگری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ما در 2 ساعت سعی کردیم به اندازه فرصتمون و با ملاحظات متعددهی که داشتیم آسیب شناسی کنیم دو چیز رو. یکی این که به نظر میرسه راجب دین و محدوده و گستره دین در اجتماع یک نظر نیست. گروهی که ما اونها رو موسوم به تفریطی کردیم، عرض کردیم دین رو فقط در ساحت فرد میبینن، دین فقط در خانه است، در سجاده است، در تعاملات فرد با فرد، فرد با خالق و فرد با خودش. یک که گفتیم اگر مخاطب اینا بود، باید راجع به اینکه دین در عرصه اجتماع حرف داره نداره، دینی که برای اجتماع حرف نداره اصلا میتونه سعادت بخش باشه یا نجات بخش باشه یا نه، بحث کنیم. منتها چون خبر دارم از محیطی که دارم این حرفا رو توش مطرح میکنم که این تفریط مورد قبول اکثریت مطلق تقریبا جمعه، پس به این نمیپردازم. یعنی خیلی جواب بعد راجب این تفریط صحبت کرد، چون این روشن تقریبا اینجا مخالف احتمالا یا نداره یا خیلی معدود مخالفش. از اون طرف یه افراطی هست، اونم اینه که دین رو فقط در عرصه اجتماع ببینه. چرا این بخش رو دارم مطرح میکنم؟ به عنوان یه آدمی که معمولا با کنجکاوی اطرافش رو نگاه میکرده، برداشت من اینه که بیشتر از اینکه دین گریزی در جامعه مطرح باشه، ناتوانی دینداران، منظورم از دینداران، دینداران متعصبه یا متسلبه، متعصبم با بار منفی منظورم نیست، دینداران با جزم به دینه، مؤمنین حقیقیه به دین، اینا تو جامعه بیشتر از اینکه دین گریزی در جامعه باشه، به نظر من ضعف‌هایی در میان این دینداران در ارتباط با دیگرانی که این میزان از پایبندی به دین ندارن وجود داره و قابل انکار نیست. به نظر من نمیخوام بگم این 80% یا 8%، 90% یا 9%، چون اینی که الان دین گریزی داریم یا نداریم و اینا چجوریه، اینا خیلی آیتم های مختلفی داره یا عناوین و گزینه های مختلفی داره، فراوانه ما چی و ملاک بگیریم. اما خیلی روشنه که امروز دینداران در تعامل با دیگران، چه دینداران در عرصه حکومت، چه دینداران در عرصه فرد، اگر شما دانشجو دانشگاه مثلا تهران بودی،
اگر در خوابگاه دانشگاه شریف زندگی می کردی، در دانشگاه علوم پزشکی خوابگاه زندگی می کردی، این مشکل، این صعوبت در گفتگو و دیالوگ رو حس می کردی. خب این چرا به وجود اومده؟ چی شده؟ باز عرض میکنم، نمیخوام بگم زیاد از کم است، اتصاف به کثرت و شدت و قلت نمیکنم، ولی هست. این چرا اینجوری شده؟ اگر بخوایم عللش رو بررسی کنیم، حتما علل فراوانی داره. اما به ما مربوطه یا نه؟ پس اگر من این چند جلسه یه قدری نقد به خود کردم، نمیخواستم بگم بقیه هیچ مشکل ندارن. ما دور هم نشستیم، ما میخوایم ببینیم ما سهمی در این داریم یا نداریم، چه میزان سهم داریم. اومدیم تو این عرصه چند تا گزاره کلی رو روش بحث کردیم. یکی این که آدم هایی که میان تو عرصه اجتماع وارد میشن، مسئولیت میگیرن، طراحی میکنن، مثلا برنامه توسعه مینویسن، بودجه ریزی میکنن، رویکردهای کلی رو تعیین میکنن و امثال اینا، و ماها و نحوه رفتار اجتماعی ما، توش یه خلأهایی باعث شده ما هم کمک کنیم به این نقیصهی که رو شدت و ضعفش کار ندارم فعلا. در مقام آسیب شناسی عرض کردم، مثلا ما کسی رو نمیبینیم که یه آدم مؤثر در اجتماع باشه در عرصه مباحث فکری و دینی که این چپش قوی نباشه، مایه‌دار نباشه. یکی از مشکلات ما اینه که اون مبانیه رو نداشتیم. یعنی خوب در فضای دین، تو اون مثال آسونتر، چون فردیه آسونتر از جمعیه دیگه، تو اون فضای خوب تمرین نکردیم، خوب اخذ نکردیم، بعد توی عرصه بزرگتری که وارد شدیم نقایصمون بیشتر به چشم اومده. اون نقایص مثل چی هست؟ اون نقایص مثل مثلا ارتباط با عالم ربانیه. کسی که هیچ کار اجتماعی نداره، فقط یه شوهر در یه خانه، یه کارمند در یه بانک، اونم برای که حقوقش رو بگیره که زندگی 4-5 نفری رو اداره کنه، بابای چند نفره، پسر یه آقا و خانومیه، برادر چند نفره، همسایه چند نفره، یه آدم فرد، این بدون هیچ کار مهم اجتماعی، این لازم داره که با عالم ربانی در ارتباط باشه. اولویت بندیاشو از کجا تعیین میکنه؟ چه میزان التزام به احکام شرعی و خطوط قرمز دین و اولویت ها و خط تراز های دینی داره؟ آیا یه آدمی که 15-20 درصده، این میتونه توی عرصه اجتماعی آدم موفق 70 درصدی باشه؟ آیا این مشکلی که ما عرض کردیم یه گوشش هم ما توش مقصریم، یک بخشیش ضعف ما از اون نیست؟ به نظر ما هست به شدت، به روشنی. یکیش ارتباط با عالم ربانیه، یکیش مراجعه به مجتهده و همون احکام. من چه میزان التزام به شریعت دارم؟ بعد الان یه مسئله مثل حجاب به وجود اومده که بخشی از جامعه التزام به شریعت نداره، که حالا علتاش چیه میشه بحث کرد، چون موضوع رنگ سیاسی گرفته من بهش خیلی ورود نمی کنم، چون از منظر سیاست بهش نگاه میشه نه از منظر دین. یه عده التزام به مثلا یک فرع فقهی به اسم حجاب ندارن، ممکنه حجاب ثمرات اجتماعی هم داشته باشه، واجب سیاسی هم باشه، اون کاری نداره. خب اولین بررسی اینه که چی میشه که یه عده التزام به شریعت ندارن، درست؟ من میگم صبر کنید، اون دیندارای سفت و سخت‌تر، هسته سخت ما، اینا چقدر التزام به شریعت دارن؟
اینا رفتارشون میتونه برای دیگران عملا انگیزه بخش یا طرد کننده باشه. اینا چقدر التزام دارن؟ مثل این که مثلا فرض کنیم چی اشرافیته؟ 7-8 سال پیش در درس نهج البلاغه یه روزی جمعه صبح مرز کردم این فضایی که داره باز میشه که آی فلانی ماشین سوار شد اینو پرچمش کنیم آبروشو ببریم، اسم این مبارزه با اشرافیت و عدالت خواهی نیست، این توسعه بهتانه. خیلی یادم دعوا شد تو اون جلسه، بعضی از مسئولانم اون روز مسئولیتی نداشتن، فارغ شده بودن، بودن الان مسئولن، قد بالا هم هست. گفتم این توسعه بهتانه، اصلا اشرافیت یعنی چی؟ بعد شما در یه عرصه فقهی ورود کردی چون میخواهی آبروی یه نفر را ببری. آیا شریعت در این زمینه حرف داره یا نه؟ شما از مرجعت استفتا کردی یا نه؟ همینی که استفتا نکردی عزیزم، تو هم مثل اون بانوی بدحجاب التزام به شریعت نداره. اونم که التزام به شریعت مطلقا نداره که نیست که. یه وقتی یه بانوی اومد در کتابخونه ما رو زد، در این نهضت بانوان هرچی طلا داش اومد داد، ما هم نمیتونستیم نگاش کنیم، سمون پایین بود. گفت این فقط چون اینجا برای امیرالمومنین کار میکنیده. یعنی یه وقتی یکی پول از حسابش میده، یکی دستبند دستشو باز میکنه میده، یعنی علقه‌ای داره میکنه، به امیرالمومنین اعتقاد داره. حالا خیلی جا میتونست ببره بده، حالا مثلا فرض کنیم ما دم دست بودیم، درست؟ اما اون فرد التزام به یه فرع فقهی نداشت. خب منم اونجایی که میخوام رگ عدالت خواهیم ورم میکنه، آبروی یه نفر رو به خطر میندازم بدون التزام به احکام شرع، به اون چه فرقی میکنه؟ فرق میکنم، چون من یه حق و ناسم گسترده هم گردنم، مخصوصا اگر اینو برم پخشش رو گسترده کنم و مجازی کنم. نه اینکه هر افشاگری حرامه ها، ولی افشاگری یک عمله و هر عملی در فقه متصف به یه حکمی میشه. اینو باید پرسیده باشی دیگه، یا مجتهد مسلمی یا میری از این متخصص میپرسی. آقا شما التزام داشتی در این موضوع؟ نه. تو چی میگی راجع اون بنده خدا پا؟ آقا فرق او با تو یکیه دیگه، او به یک فرعی ملتزم نیست، به یه جایی دیگه از شریعت ملتزمه، شما به یه جایی از شریعت ملتزمه، به این فرعت ملتزم نیستی. کما اینکه این رو عرض کردم چون جلسه پایانی ماست قبل از فاطمیه، بحث رو بیشتر از اینکه جلو ببرم میخوام جنبندی کنم تا اینجا، این بحث خیلی گسترده است. عرض کردم که آقا اگر امروز فضای جامعه ما، باز نمیگم 90% چون اینا، نمیگم 9%، خیلی روشنه که ناراحتن، ناامیدن، احساس میکنن همه چیز دزدیه، همه چیز فیکه، همه دنبال عرض کنم لحاف ملا میگردن، همه دنبال منافع شخصی میگردن. اینو که انکار نمیکنید عده ای امروز در جامعه این چون این فکر میکنن، بدبینی گسترده دارن. اصلا یکی از دلایلی که بعضی از جامعه ما روی این حق واضح و ظلم واضح سکوت میکنن این نیست که نمیدونن اون حق واضحه و اون ظلم واضحه. میبینه اگه حرف بزنه تایید شماست و چون شما رو مستبد به رأی میدونه نمیخواد شما رو تقویت کنه. اینجوری نیست که ندونه اون ظلم واضحه، میبینه بیان این ظلم واضح به شما کمک میکنه، اینو نمیگه. نمیگه من کار خوبی میکنی یا بدی، دارم میگم این موجوده. 9%، 20%، 90%، درصد نمیگم چون آمار نمیدونم، این کار آماریش هم خیلی مشکل، ولی چون تعامل کردید احتمال تو عرصه اجتماع دیدید کسانی اینطوری هم. خب اینو میخوایم حل کنیم، میخوایم آسیب شناسی کنیم. من درس کردم آقا خیلی عوامل در این نقش داره، اما دو تا نقشش کار ماست، کار ریشدار هاست، اینو اصلاح کنیم حداقل. بالاخره رو جامعه اثر میذاره، رو این 1% یا 9% یا 90%. یک، وعده واضح دروغ وقتی مسئولان میدن طرفدارانشون تقبیح نمی کنن.
دیگه حال من نمیگم در کدام دولت چه وعده‌ای داده شد و طرفدارانش تقویه نکردن. و مردم روزانه با بعضی از اون وعده هایی که بهش عمل نشده سر و کار دارن. این باعث میشه چهار تا حرف حق دیگر رو نپذیرن. قیافه منو میبینن میگه شما با این قیافتون دروغ گفتید. یا او برداشتش این حداقل ما دروغ گفتیم. دو، ما بی ضابطه فقهی گفتیم مذاکرات پشت درهای بسته است، این خیانت است. دست دادن فلان کس با فلان کس فلان جا رخ بدهد کذا. هم نسبت خیانت هم نسبت دزدی. انقدر گفتیم اون طرف مقابل ما توسعه میده، در ضرب در همه میکنه. شما یک جناح میگفتی، اون میگه همه تون اینطوری. ما اون روز به فقه عمل نکردیم. کما اینکه من همین الانش هم نگاه میکنم تو بعضی از این گروه هایی که رفقای مثل ما هستن درباره مهمانای برنامه، میگفت این که واضح صهیونیسته. آقا این آدم شیعه است، مسلمانه، مسئول بوده، و اینکه این فلان کس صهیونیسته یه بهتان واضحه. بعد میبینم راحت میگن، راحت انقدر میگن که اینا که دزدن، اینا که اینجوری هن، اینا که خب اون کسی که مثل من و شما نیست میگه ای اینجوری هن، اون بالادستی هم که اینا رو میدونسته ایش نفته، اونم از جنس ایناست. بعد نتیجهش هم این میشه که وقتی همه دزدن طرف ناامید میشه، فاصله میگیره. من یه مثالی عرض کردم، شاید قبلا هم گفتم، در همین دولت که خیلی ویژگی خوبی از این جهت داره، این گاف رخ داده. دولت، این دولت فعلی کمتر به گذشته ربط میده موضوعاتو، اما این گاف رو داده. قبلی ها بیشتر بودن، حالا نمیخوام بگم اینا بدن اونا خوبن. مثلا میگه آقا تورم سال پایانی دولت قبل مثلا 60 و فلان درصده، در حالی که رسمی اعلام شده است 40 و فلان درصده. این یعنی نهادهای مسئول دولت قبل دروغگو هستند. یعنی ناظران بر اینها و دستگاه نظارتی فاسد هستند. یعنی اعداد دقیق نیستند. یعنی ما در قدرت یه گونه هستیم در غیر گونه. یعنی شما هم که میگی الان انقدر درصدیم، صبر کن تا دولت بعد بیاد. یعنی بی‌اعتمادی به همه چیز. بعد میگیم عجب چقدر مردم بی‌اعتماد شدن. ما بمب اتم بی‌اعتمادی را زیر اعتماد مردم منفجر کردیم. بنده در برنامه جهان آرا در موضوع بنزین عرض کردم، رئیس جمهور با این کاری که تو بنزین کرد، بمب اتم زیر اعتماد مردم منفجر کرد. و این فقط به این 4 سال دولت خودش ربط نداره، همین اخیرم ممکنه نمونه اینطوری داشته باشیم، حالا یا نداشته باشیم کار نداره. اینی که ما بخوایم برگردیم تو جامعه اصلاحاتی ایجاد کنیم، جامعه رو به سمت اسلام اجتماعی ببریم، باید موانعش رو برطرف کن. بخوایم یا نخوایم، ماها، طیف دانشگاه امام صادق، طیف طلاب، طیف اینا، بخواید یا نخواید رو تصور جامعه اثر دارید، بخواید یا نخواید. من نگاه میکنم تو این شرایط اگر اهل بیت بودن چیکار میکردن؟ اهل بیت مثل ما قطعا عمل نمیکردن. ما برای تشفی خاطر انتقام میگیریم از مخالفمون. اهل بیت اهل عفو بودن در جایی که جرم مسلم رخ داده بود، اختلاف نظر. میگم برگردیم ما اگر فردی خودمون رو تقویت کنیم، اون وقت تو نگاه اجتماعی هم متفاوت میشیم. اینی که ما نمیتونیم با هم گفتگو کنیم تو بدترین شرایطی که وحدت در کشور لازمه، تو این برهوت رسانه یه برنامه یه قدری موفق، لابد نقدایی هم بهش هست. این نشون میده ما بلد نیستیم هم حرف بزنیم. تکبر بین ما بیداد کرده، منافع رو نمیدونیم. در موقع شعار وحدت یقه پاره میکنیم.
من اسم اینا رو گذاشتم وحدتی های تفرق افکن. اگر فلان وزیر امور خارجه یه روزی در هنگام ورود یادن مهمی از سوریه به ایران استعفا بده، این علامت غیر انقلابی گریشه. ولی ما وسط جنگ غزه بیایم همچین گند عزمایی بزنیم، همزمان یقه بالا بسته شفی هم گردنمونه. چرا؟ شما تعلق خاطر حزبی داریم، ما جبهه‌ای نگاه میکنیم و از نگاه بیرونی میگه شما صادق نیستی و ما یه کذبهایی درمون هست، اینا رو اصلاح کنیم. بقیه هر کاری کردن کردن، واضحه که من توضیح دادم منظورم این نیست همه مشکلات کردن ما، ولی ما هم مقصریم. خیلی روشنه. من اگر همسایه هامونو بری بپرسی، 10 سال توی محل زندگی کنم، همسایه هامون بپرسی بگن این شیخه به دین اعتقاد داره، یعنی من میتونم بیام تو عرصه اجتماع حرف بزنم. همسایه های من پشت سر من نماز میخونن یا نمیخونن، زن و بچه هم پشت سر نماز میخونن، بعد میتونم من بیام امام جمعه یه شهر بشن؟ نمیشه اون مقدماتو نداشت، بعد توی عرصه های وارد شد که اون اشکالات قبلی هی فقط شکاف و عمیق میکنه که داره میکنه. به نظر خیلی روشنه ما به شدت خلای گفتگو داریم، نمیتونیم با هم حرف بزنیم. هر کی مخالف منه مخالف خدا، رسول، امیرالمومنین، پیغمبر، اسلام، انقلاب. یه برنامه ساختن به افق فلسطین، لابد اشتباه هم داره، منم دنبال کننده این برنامه نیستم. اما از اینی که بالاخره در این برهود این برنامه دیده شده، یعنی لابد یه موفقیت هم داشته. یه بزرگ دیگه این به افق اسرائیله. یعنی ما نمیتونیم با هم حرف بزنیم. حالا من برش گردونم به اون بحثای خودم. این یعنی ما دوره غیبت رو نفهمیدیم، یعنی همون دینداری فردی رو نفهمیدیم اومدیم تو مسائل اجتماعی. برام گندمون خیلی توسعه پیدا میکنه. دینداری در عصر غیبت چیه؟ عصر غیبت با غیر عصر غیبت فرقش چیه؟ ما در عصر غیبت دسترسی به فصل الخطاب یقینی نداریم. ببین قاضی فصل الخطاب هست ولی یقینی که نی، قاضی حکم بده بین من و ایشون اختلاف بشه، منو محکوم میکنه، ایشونو میگه آزادی، تو برو زندان، تو پول به ایشون بده. خب منم گوش میدم، زورم نمیرسه، چون اما ممکن قاضی اشتباه کرده باشه. فصل الخطاب هست، فصل خصومت میکنه ولی ممکنه خطا کنه، درست؟ اما امام زمان یا امیرالمومنین که اینجوری نیست، هم فصل خصومت میکنه هم اصابه به واقع میکنه، درست آقا؟ ما در دوره معصوم این امکان بود گاهی اون زمانی که دسترسی بود برن از خود امام بپرسن و اگه شرایطش بود ازت جواب بده. الان اون دوره نیست. یعنی چی؟ یعنی این که آقا دوره غیبت دوره رواداری باید باشه. دوره غیبت باید دوره رواداری باشه. برای همینم وحدت بین مسلمین استراتژیک نه تاکتیک. وحدت بین گروه‌های شیعی، وحدت بین گروه‌های مسلمان، برو جلوتر وحدت بین موحدان. اگر بنابراین باشه که ما تفاوت‌ها رو نگاه کنیم، که یه جایی واجب نگاه کنیم البته، اون جایی که می‌خوام اعتقاد بفهمیم اینجا باید اتفاقاً زیر میکروسکوپ فکر بگذاریم ببینیم درست چیه، چون می‌خوام معتقد بشم. اما در مسائل اجتماعی و حرکت‌های اجتماعی رواداری ضروری دوره غیبته. تا امام زمان تشریف بیارن باید اهل وحدت و رواداری باشیم در عمل، وگرنه اگه بنابراین باشه که ما به اختلافاتمون نگاه کنیم، یه اتاق توی یه خوابگاه 4 نفر توش باشن 4 تا فکر دارن. این شما بخوای تمایزها رو ببینی تموم نمیشه. زن و شوهر تمایز دارن، پدر و پسر تمایز دارن، مادر و دختر تمایز دارن، اختلاف دارن، تفاوت دارن. دوره غیبت دوره رواداریه، دوره تحمله. اون جایی که قطعه، قسم حضرت عباس میشه خورد، میشه بگه زنم طلاقه اگر این نباشه. چند تا مسئله اجتماعی که شما توی روزنامه می نویسن طرف میتونه اینجوری حرف بزنه، یه زنم بر من حرام باشه اگر این نیست، بعد نسبت بده به یه نفر که این خلاف کرد، میترسه.
بگه از حول و قوه خدا بیزارم و به حول و قوه خودم پناه میبرم اگر فلان کس صهیونیست نباشه، جرأت میکنه بگه؟ این موارد یعنی روشنها، خطوط کلی روشن، قطعی قطعی، اینا رو باید صفر چسبید. درست شو؟ در غیر این موارد در عرصه عمل باید به فصل الخطاب عمل کرد، تفاوت‌های فکری رو هم تحمل کرد. دوره غیبت یعنی این. وقتی مبانی دوره غیبت روشن نیست، همون عزیزانی که پرچم وحدت دست میگیرن گاهی میشن تفرق افکنترین افراد. به خاطر وحدت تفرقه ایجاد میکنه. چرا؟ چون که مسئله رو کاریکاتوری و جزئی دیده، کلی از بالا ندیده. گروه های وحدت گرایی که از نظر من وحدت انحرافی و افراطی معتقدن، در همین ایام نگاه کنین پست میگذارن، میگه اون هیئتی سنتی شیعه نیست، این سنی غزه شیعه است. آه این حرف تو هم تفرق افکنه، فقط در لباس شکلات وحدت داری این چرندو میگی. چی کار داری که اون شیعه است اون سنیه؟ من که متخصص این بحثم، بیش از 20 سال رو این زمینه کار کردم، بیش از 30,000 کتاب و اقلن ورق زدم. در وسط جنگ حرام میدونم کسی اینجا شیعه و سنی بحث کنه. تو چی کار داری که کی شیعه است کی نیست؟ بچه تکفیری هستی؟ تو چی کاره ای که یه شیعه ای که با تو اختلاف نظر دارم میگی شیعه نیست؟ چی کار داری این وسط؟ یا رصد کنیم کیا موضع گرفتن کیا نگرفتن. یکی دیگه که گفته بود فلانی موزه گرفته یا نه، گفته بود 3 توییت و 2 استوری، گفته بود فقط همین، گفتم میخوای اسلحه بده برم. خودی بیشتر از این نمیدونم باید چی کار کنم. الان فعلا نگفتن برو وسط جنگ، فعلا یعنی همراهیم، ما هم فکریم، ما از مظلوم دفاع میکنیم، از ظالم بیزاریم، مظلوم رو دعا میکنیم، ظالم رو نفرین میکنیم، شماره کارت بدن پول واریز میکنیم، بگن اعزامشو میگن به درد با 120 کیلو 115 کیلو نیمروخمو ببین، اگه به درد میخورم میام میجنگم، به اندازه کیسه برنج اگه من میتونم تیر ترکش بگیرم حاضرم برم. اما فعلا که بعد همین توی تو استوری و دعا و ایناست. و تو چی کاره این وسط؟ مثلا تو کی هستی که این یکی فقط 3 توییت؟ خب اگه مثلا 5 تا میشد تو چرا تفرق افکی؟ تو چرا دنبال دعوای این وسط؟ تو چرا دنبال زدنی؟ کدوم وحدت بود پس؟ اشکال اینجا کجاست؟ اشکال اینجا اینه که طرف مبانی اعتقادیش صفر نشده و متاسفانه شده مبلغ اسلام اجتماعی. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه. ببینید آقا عزیزان، خیلی تو لفافه حرف زدن سخته. من این 4 هفته‌ای که اینجا حرف زدم پیر شدم، چون با پنس از بین دریای کلمات کلمه انتخاب میکنه، خدا شاهده. و حاضر بودم یه پاکتی بدم نیام، چون موضوع سخت گفتنش، چون میدونم وقتی میگی سفید است میگن منظورش بنفش بود ولی گفت سفید است. تو اون اسلام فردی میگه آقا شما خلاف چیزی دست طرف دیدی بگو ایشالله گربه است، یا اصل برای اینه که بگه نه این که فساده، که این که فلان، این منظورش این بود. محرم امسال در یه جلسه ای من راجع به طلحه صحبت کردم، کار ما همینه دیگه، یکی پیغام داد تو منظورت فلان مسئول بود. گفتم آقا من داشتم تاریخ میگفتم. گفت همین کلیگویی‌ها رو میکنید که مسئولینو بزنید. گفتم آقا من کلیگویی راجع به طلحه داشتم حرف میزدم. گفتم طلحه یه فکری داره، امیرالمومنین این فکر رو داره، ما این فکر رو قبول داریم. گفت شما منظورت فلان مسئول بود و این ناجوان مردانه و فسق کبیر بود. گفتم آقا نبود، منظورم اون نبود. به چند نفرم دادم شنیدن، گفتن نه این برداشت نمیشون. خب نبود آخه، اصلا گویندم بود. گفتم آقا نبود، منظورم این نبود. گفت ولی بود. این اونجاست که میگم، گفتم لعنت خدا و انبیا و ملائکه بر من اگر نظرم اون فلان مسئول بود، نه این مسئول.
مسئولین دوره قبلم منظور، اصلا من به کسی کار نداشتم، تاریخمو میگفتم. گو الان عصبانی ولی بود. ما اگر داریم با دشمن خدا می جنگیم، یعنی انقدر یقین داریم که اگر او رو پیدا کنم شمشیر را تا این قبضه که تو دستمه تو شکمش فرو می کنم، خیلی باید یقین داشته باشم که این آدم، مخصوصا یکی شهادت اینم گفته، توجه میکنی، خیلی یقین لازم داره که شمشیر رو تو شکمش کنی یا تیر خلاص بهش بزنی دیگه، درست؟ اینجا بغض فلا هم لازم داره، چون معلومه اگه این جنگ الهی نباشه که شما هر نداری بکشی کسی رو، جنگ لابا الهیه که شما میتونی بکشی، پس بغض فلا هم داری، درست؟ و اصلا برای جنگیدن باید بغض فلا شما تقویت شده باشه، نه حال جنگیدن نداری. اون کسی که بغض فلا اقتضا کرده باهاش به جنگی، پس دشمن خداست. ما با دوست خدا که نمی جنگیم که، قبوله؟ ما معتقدیم در جنگ 8 ساله شهدای ما با دشمن خدا جنگیدن، درست؟ با کسی که به دستور خدا قتلش واجب بود جنگیدن، غیر از این بود که جنگ می شد حرام، قبول؟ عزیزان ما رحمت الله علیه مجمعین، مدافعان حرم ما که رفتن با فلان داعشی جنگیدن، قربتن الالله جنگیدن دیگه، قبول؟ دشمن خدا بودون از نظرشون. خب اینجا باید خشم فلاش چی باشه؟ اینجا باید بگی به به یه مورد پیدا شد، الان با تفنگ دوربیندار میزنم هلاکش میکنم، دشمن خدا رو حذف میکنم، درست؟ باید اینجوری باشه دیگه. امیرالمومنین هم صلوات الله علیه این قدرتش رو که کسی نمیتونه انکار کنه، یه شبانه روز در صفین 523 نفر رو شخصا انداخته، چون با هر ضربه که میزد طرف نصف میشد، الله اکبر میگفت، امرواس هم دو نفر گذاشته بود الله اکبر، امیرالمومنین میشمردن، این در تاریخ ثبت. پس امیرالمومنین کسی نمیتونه اهل نکول و شلومدن و صورتی و اینا، امیرالمومنین کسی نمیتونه چنین نسبتی بده. امام ما هم هست، چند جا هست؟ یکیش اینجاست، خطبه 54 یا 55 یا این حواله نهج البلاغه، چون چاپای نهج البلاغه، چون نسخ متفاوته و انشالله نسخه خوبی ازش منتشر بشه یه وقتی یکسان سازی بشه و کار داره، یه خود شماره های خطبه بالا پایینه، چاپای مختلف 54 55، چون خطبه کوتاه همشو میخونم، خیلی قشنگ. به خدا اگر ما این امیرالمومنین رو سر دست بگیریم، بت پرستان هم دلشون برای امیرالمومنین قنج میره. سید رضی میگه و من کلام الله و قد استبتع اصحابه اذنه لهم فی القتال و صفین. یارانش کن چطور 90 روز من رو وردشته برده اینجا، میگی ماه حرام، ما دیرتر را میفتدیم، زن و بچه، 4 تا زن دارم، آقا اصلا یادم رفت قیافه اینا چه شکلی بود، اونا هم که زود به زود نیاز داشتن که قیافه ها رو چک کنن که چه شکلی بود. 90 روز ما رو برشته بردی اینجا، 90 روز هنوز جنگ شروع نشده. چرا طولش میدی؟ نظریه میدادن، یکی گفتش که مرگ میترسه، جفنگ هم گفتی، یکی گفتش که لابو مطمئن نیست که شرعن میتونه با اینا بجنگی. حضرت خطبه خود فرمود اما قولكم اکل ذالک کراهیت الموت، برای کراهیت الموت که از مرگ میترسه که نمی جنگه، فرمود فوالله لا ما ابالی، به خدا سوگند برای من مهم نی، دخلت الی الموت او خرج الموت الی، من به سمت مرگ برم یا مرگ بیاد سمت من، من با مرگ زندگی میکنم، مرگ برای من روز آزادی از این دنیاست، از این زندانه. لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم طرفت عین، من به اطاعت الهی زورک این روحمو تو این جسمم نگه داشتم، میپره میره. من که و اما قولکم به به شکن فی اهل شام، شک داری که میشه با این اهل شام جنگید یا نه، و
وقتی خواست اینا رو توصیف کنه فرمود انفرو الى اعداء الله و اعداء القرآن و اعداء السنه و اعداء الرسول. اینا اینجوری هن، دشمن خدا و رسول و قرآن و سنت. شک دارم در موردشون. فوالله ما دفعت الحرب یومن، به خدا یه روز جنگ و عقب ننداختم الا و انا اتمع و انتلحق بی طائفتون فتهتدی بی، شاید یه دونه از اینا هدایت شه برگرد. در این که بدترینان شک ندارم، جنگم شروع بشه مجبور بشم میکشم و کشت، اما 90 روز هر جور شده تلاش میکنم شاید یکی برگرده. اگر کسی اینو بفهمه که امیرالمومنین در به در دنبال هدایت معاویه هم بود، برای هدایت معاویه هم تلاش کرد، اون هدایت اختیاریه، برای هدایت امراس هم تلاش کرد، نامه به اینا نوشت، به شامی ها نامه نوشت، هدایت اختیار. بعضی هم برگشتن وقتی آب و بس معاویه امیرالمومنین فتح کرد و یه بخشی از آب و اجازه داد معاویه برداره، گروهی برگشتن سمت امیرالمومنین. امیرالمومنین برای هدایت اینا تلاش کرد، نگفت اینا که یه مش دشمن خدا فتنه‌گر فلانه، نمیخوام بگم در برابر فتنه‌گر قاتل فلان نکول و کمکاری اشتباه نشه، اما حضرت دنبال تشفی نیست اونجوری که ما پست میذاریم فوش میدیم. پاش بیفته میکشه، اما دنبال هدایت تا مجبور نشه اون خشن فی ذات الله دست به خشونت نمیزنه. اونجایی که دست به خشونت میزنه برای رحمت به بقیه است. یه بار دیگه میگم، فرمود فوالله ما دفعت الحرب یوما الا و انا اتمع ان تلحق بی طائفتون فتهتدی بی، شاید یکی هدایت شد. این منطقه که شما قرآن رو نگاه کنی، علیون مع القرآن و القرآن مع علی، همون خدایی که فرعون رو غرق کرد فرمود اذهبا الى فرعون انه طغى قولا له قولا لینا لعله یتذ، شاید این فرعون هم برگشت، برنگرده غرقش هم میکنن، ولی برو یه جوری با این حرف بزن نرم، شاید هم برگشت. تو زود جای خدا قرار نگیر که بگو این دیگه خط قرمز، چهار تا زب در روش زدم. نمیخوام بگم نکول. و تعش و الى ذوعی، اینا دنبال من را بیفتن، من اینا دستشون. امیرالمؤمنین در جنگ صفین، میدونی که گاهی در جنگ ها پدر و پسر، برادر با برادر جنگیدن دیگه، جنگ حق و باطل، کربلا هم داره، جنگ های پیغمبر هم هست. من امیرالمؤمنین رو در صفین اینجور میبینم، بابایی که با بعضی از بچه هاش مقابل بعضی از بچه هاش داره میجنگه، زود عجله در جنگ نمی کنه، تلاش میکنه هدایت کنه. آیا جامعه اسلامی از شیعان امیرالمومنینی که خودشون رو پایکار امیرالمومنین میدونن این میزان انسان دوستی میبینن؟ بنزه خودمون فرمود ذالک احب الی من ان اقتلها علی ضلالها، اینو بیشتر دوست دارم تا اینو گمراه بکشم و این جهنمی بشه. پاش بیفته مجبور بشم، مجبور بشم میکنم این کار، ولی دوست ندارم اینا برن جهنم. دشمنش هم در واقع دوست داره، درسته که بغض فلاح به دشمنش داره، ولی تا اون لحظه ای که یقین پیدا نکرده امکان هدایتش نیست، اینم دوست داره آدمش کنه. اگر روی کرده ما اینطوری باشه خیلی اتفاقات تو جامعه نمیفته. اگر به ما بیمهری میشه لا یجرمن لکم شنعان و قوم علا الله تعدلو، هم تو عدلش هم تو مهرش، این جور نیست که ما این کارو بکن. سیر اهل بیت ها رو برید نگاه کنید، در مورد دشمنانشون، اهل بیت دشمنانشون بهشون پناه میبردن، پناه اگر میبردن پناه میداد، راحت توبه میپذیرفتن. تازه اونا حق محض بودن،
شائبه توشون نبود، احتمالی نبود، قطع بودن اهل بیت، حق حق، حق حقیق. این نه این که من بگم شما برید در مبانیتون شک کنید و اشتباه نکن، اینم بگم و برم. شاید هم گفتم هفته پیش اینو بگم، روزه بخونم، حالا روزم رو کم میذاره. یه نفر در صفین یه نفر رو دعوت کرد از فرماندهان حضرت رو به جنگ، کشتش، انداختش زمین. بعد از اون پسر این اومد کشت، انداختش رو اون، بعد یکی دیگه اومد انداخت رو اون، نیزه رو کرد تو اینا، رفت روشون وایستاد، گفت حالا یکی دیگه بیا. یه جانیه دیگه. امیرالمومنین خودش رفت میدان، فرمود اول تو رو به کتاب خدا و سنت پیغمبر دعوت میکنه. فرض کنید این آقا الان اینجا جواب داده بود، میگفت سنت پیغمبر چیه، من درست عمل کردم، حضرت توضیح میداد، میگفت اشتباه کردم، چی میشد؟ شد حر. حضرت نگفت تو رذل پست فلان فلان شده یه بهمان بیسار شده به والد سلام برسان، تو که مهدور الدمی. بله مهدور الدمه اگر هدایت نشه، اول هدایت رو عرضه کرده. یعنی مسلمان نمیتونه دلسوز نباشه. اگر کسی اینو بفهمه که مسلمان نمیتونه دلسوز نباشه، میفهمه چرا مسلمان باید اهل وحدت و رواداری باشه. مسلمان باید اهل رواداری باشه. نمیگه اختلاف ندارم با تو، اختلاف دارم، اگه جایی هم بخوام بحث کنم، بخوام به یه جوونی عقیده یاد بدم، عقیده درستو میگم و میگم این عقیده غلطه، اینو یاد بگیر، اینو یاد بگیر، اون طاغوته، این حق امیرالمومنین، حق اون یکی طاغوته، میخوام عقیده به این یاد بدم. اما حالا تو جامعه چیکار کنم، تفاوت نظر هست، نمیتونه دلسوز نباشه. مسلمان و مؤمن من اصبح و لا یهتم به امور المسلمین فلیس. چه مسلمونی هستی که دلسوز بقیه نیستی؟ اصلا هر کی که هستن، عرض کردم هفته پیش که ناسبی بودنشون که یه شایعه است، اما اصلا اینجا اصلا مسئله بی‌انصاف. اگه به باغ وحش یک کشوری اینجوری حمله کرده بودن، باید موضع میگرفتی. باغ وحش یک کشور، مسلمون نمیتونه دلسوز نباشه. مؤمن باید از این مسیر بره. همه این مسائلی که اهل بیت هم کشتن از همین جنسه. به امام صادق علیه السلام گفتن چرا علی ابن ابی طالب اینقدر شجاع بود دفاع نکرد از همسرش؟ یه بابایی میگفتش که رفتم حرم امیرالمومنین، گفتم تو اول مظلوم عالمی حقیقتن، چون هیچ کس نمیتونه وایسه به همسرش جسارت بشه.